are going to make this work. سلام، به این برنامه گفتگوی یورونیوز خوش آمدید. در این برنامه با تایرا بنکس، مانکن، بازیگر، تهیه کننده و کارآفرین گفتگو می‌کنیم. خوش آمدید. به شما عناوین زیادی دادن، اما خودتان بهترین توصیف را درباره خودتان چه می‌دانید؟ جالب است، هر وقت می‌گویند بازیگری می‌گویم درست است که در چند فیلمی بازی کردم، اما من مریل استریپ نیستم. پس اگر بازیگری را کنار بگذاریم، کارهای دیگر را کم و بیش به مدت زیادی انجام دادم و از 15 سالگی کار کردم. ظاهراً از اول شمع اقتصادی داشتید که زود وارد کسب و کار شدید. بهترین توصیه که گرفته اید چه بوده؟ وقتی مدل جوانی بودم و هنوز کارآفرین نشده بودم، مادرم همیشه میگفت تو در کنار خود واقعیت نوعی محصولی. ببین چطور این محصول را عرضه می‌کنی و بدون که محصول کهنه می‌شود و بعد از مدتی دل مشتری را می‌زند. پس یاد بگیر که دائم تغییر کنی و تازه بشوی. این روش آموزشی سالمی بود، چون وقتی به من می‌گفتند تو را برای فلان نقش یا فلان برنامه نمی‌خواهیم، مادرم می‌گفت یادت باشد که اینها محصول تو را نمی‌خواهند، نه خود تو را که فرزند منی. و همین توصیه کمکم کرده که در دنیای دیوانه تبلیغات و سرگرمی سالم بمانم و دیوانه نشوم. امروز برای معرفی برند بسنی خودتان یعنی اسمایز اند دریم اینجایید. سراغ محصول محبوبی رفته اید. خدای من، هر بار که به کسی میگویم شرکت بسنی دارم تعجب میکند. حالا هر کس که باشد، چه خاله و عمه‌ام باشد، چه مدیر یک شرکت بزرگ، همه میگویند چی؟ بستنی سازی؟ کجا؟ تعریف کن ببینم. واقعا درست است که بستنی احساس خوبی به همه میدهد. ایده کار از کجا به ذهنتان رسید؟ آیا عشق و علاقه شخصیتان بود؟ بله، من شیفته بستنیم، شاید از 3 یا 4 سالگی. بچه که بودم، مادرم سر کار میرفت و تابستانها مرا پیش مادر بزرگم میگذاشت. او هم خودش در خانه بستنی وانیلی درست میکرد و من کلی خاطره خوب از آن دوران دارم. بزرگتر که شدم، جمعه شبها با مادرم به بستنی فروشی بلوار هالیوود سر می زدیم. بستنی می گرفتیم و توی ماشین می نشستیم و او از زحماتی که باید می کشید می گفت. مثلا می گفت باید یک کاناپه پیدا کند، چون از خوابیدن روی زمین خسته شده. یا می گفت هفته بعد کمتر می بینمش، چون باید 2 شیفت کار کند تا بتوانیم خانه 2 خوابه و جادارتری بگیریم. خلاصه وقت بستنی خوردن دائم رویا پردازی میکرد و ایده بستنی های اسمایز اند دریم از اینجا به ذهن من رسید. شما توسعه کسب و کارتان را از امارات شروع کرده اید. ویژگی اینجا چه بوده و چرا این کشور را انتخاب کردید؟ من در دانشکده تجارت استنفورد راه اندازی برند شخصی تدریس می کنم و همیشه به شاگردانم می گویم تفاوت از همه چیز مهمتر است. ببینید چه چیزی متفاوت و منحصر به فرد است و چطور می توانید پیشرو باشید. ببینید در چه کاری می توانید نفر اول باشید تا بقیه از شما پیروی کنند. امارات برای من مظهر پیشرفت است. مثلا موزه آینده اش را ببینید. کجای دنیا موزه آینده دارد؟ و دیگر اینکه چون اینجا کسب و کار و دوست و آشنا دارم، زیاد به اینجا سفر میکنم و بنابراین فهمیدم که مردم اینجا بسیار خانواده دوستند. وقتی با هم میایی مادرم میگوید ببین برای مردم اینجا همه چیز خانواده است. حتی مادر بزرگشان را هم پیش خودشان نگه میدارند. مثل یک خانواده بزرگ است. نکته دیگر پسرم است. پسر 7 ساله‌ای دارم که عاشق معجون و آب میوه است و به خاطر آب میوه فروشی ها و کافه های اینجا همیشه میپرسد مامان همان جایی هستی که آب میوه های خوشمزه دارند؟ گویا او را از تفریحات اینجا دور نگه داشتید تا خودش این چیزها را کشف کند. او را دور نگه داشتم چون فعلا تنها کاری است که از من برمی آید. راستش نمیخواهم به این جور جاها ببرمش. خودش هم فعلا نخواسته. پس من هم تا جای ممکن این کار را نمی کنم. مثل والدینی که شیرینی زیاد را از دسترس بچه دور نگه می‌دارند، چون ممکن است بچه گرفتارش بشود. در نهایت اینکه اینجا برای ما جای خاصی است و دفتر سرمایه گذاریش به ما فرصت بزرگی داده که می‌خواهیم با این کار از رنگین پوستان و زنان حمایت کنیم و من می‌خواهم به همه نشان بدهم که می‌توانند به اینجا بیایند و کسب و کار راه بیندازند، چون دوست دارم که برای دیگران نوعی سرمشق و نمونه امتحانی باشم.
به حضور زنان در کسب و کار اشاره کردید. حمایت از زنان در تجارت چقدر برایتان اهمیت دارد؟ بسیار مهم است. باید زنان را تشویق و حمایت کنیم و نشان بدهیم که ما زنان حضور داریم، اما کار برایمان آسان نیست. باید تمامی مسائل و مشکلات را بیان کرد و نشان داد که کار و ایده های ما به خوبی کار و ایده های دیگران است، اما سرمایه گذاران خصوصی از مردانی که آماده نیستند و کارشان هم تعریفی ندارد بیشتر از زنان حمایت می کنند و همه تعریف و تمجید ها نصیب مردان می شود. بنابراین مهم است که دوربین ها ما را همین حالا و در حین کار به دیگران نشان بدهند. اما باید گفت موفقیت شما به داشتن الگوی درست و همراهی متخصصان هم بستگی دارد. شما مبتکرید، ولی برای موفق شدن در کسب و کار باید برنامه ریز و بازاریاب داشت. موفقیت شما در کسب و کار بسیار عظیم بوده. اگر فقط یک توصیه برای راه اندازی کسب و کار داشته باشید، چیست؟ با آنها میگویم بازار را زیر و رو کنید. همه چیز را ببینید و شیفته تحقیق باشید. خود من وقتی روی چیزی تمرکز میکنم نمیتوانم رهایش کنم. الان همه چیز را درباره بستنی میدانم. فرایند کاهش رطوبت و بلوری شدن مایع را می شناسم، چون همانطور که گفتم وقتی بناس وارد کاری بشوم نمی خواهم کسی بگوید از کار سر در نمی آورم. می خواهم از مسئول کارگزینی و طرح و برنامه و بازاریابی بیشتر بدانم. پس می گویم بخوانید و شیفته کار باشید. آن وقت کسی نمی گوید از کار سر در نمی آورید. درباره کارهای قبلیتان هم چیزهایی گفتید. آیا خاطره خوبی از کار مد و پوشاک دارید؟ من هیچ وقت دیوانه لباس و پوشاک نبودم. چندان برایم مهم نبوده. دلم میخواهد همیشه یک جور لباس بپوشم، مثل استیو جابز. چون وقت بیدار شدن این نگرانی را دارم که باید چه بپوشم. بعد به خودم میگویم آیا باید اینقدر فکر کرد؟ تونی شیا، مدیر قبلی زاپوس که زمانی استاد و دوستم بود، هر روز تیشرت زاپوس و جین می پوشید. یک بار پرسیدم چرا برند خودت را می پوشی؟ و او گفت چون لازم نیست به آن فکر کنم و با این کار هر روز حرفه و عشق و علاقم را به همه دنیا نشان می دهم. بنابراین شاید من هم همین کار را بکنم. شاید روزی فقط تیشرت اسمایز اند دریم را با جین و کاپشن مشکی بپوشم و بعد به جای فکر کردن به اینکه لباس صورتی بپوشم یا زرد، به کار و برنامه زندگیم فکر کنم. Thank you so much for talking to us on interview today. A pleasure to meet you. Thank you so much. Nice to meet you too.